سلام به شما مخاطبان سرخابی، خوش اومدین به تازه ترین شماره از روزنامه ما. امشب قراره با همدیگه مثل روزهای گذشته خبرهای مهمی رو مرور کنیم، از مصاحبه جنجالی محمود فکری تا مشخص شدن تاریخ برگزاری دربی. محمود فکری و چند جمله جنجالی: مشکل من اینه که اهل پوکر و شرط بندی نیستم. تمرین امروز استقلال تحت تأثیر مصاحبه جنجالی محمود فکری به پایان رسید. سرمربی آبی ها بعد از پایان تمرین تیمش مقابل خبرنگاران قرار گرفت. جمله های اول فکری با آرامش زیادی همراه بودند. وقتی اون از قول سهیل مهدی بابت همتعداد شدن بازی های استقلال و پرسپولیس قبل از برگزاری دربی صحبت کرد. یه سوال جنجالی اما عصبانیت محمود فکری رو به همراه داشت. فکری وقتی با سوالی درباره نظر کارشناسان در خصوص زیبا بازی نکردن تیمش روبرو شد، اینطور واکنش داد که چون اهل پوکر و شرط بندی و دلالی نیستم، شاید از من خوششون نمیاد. مشکل من اینه که در این فوتبال سالمم و با آدم سالم مشکل دارن. این روزها ما هر کاری کنیم یه چیزی میگن، انگار ما قوم بنی اسرائیل هستیم. من به نظر آدمی هستم که فقط به درد روزهای مردن میخورم. تعریف و تمجید رسانه‌های اوکراینی از اللهیار و زاهدی. اللهیار صیادمنش و شهاب زاهدی دو لژیونر فوتبال ایران در کشور اوکراین هستند که در این فصل درخشش فوق‌العاده‌ای داشتند. عملکرد شهاب و اللهیار در تیم‌های باشگاهیشون انقدر خوب بوده که رسانه‌های اوکراینی به تعریف و تمجید از این دو بازیکن پرداختند. یکی از سایت‌های معتبر کشور اوکراین از صیادمنش و زاهدی به عنوان تیراندازهای ایرانی نام برده. همچنین صیادمنش با لقب جوکر توسط این سایت معرفی شده. تاریخ دربی رفت مشخص شد. بدترین روز و بدترین ساعت. سازمان لیگ فوتبال ایران امروز بالاخره تاریخ و ساعت برگزاری بازی‌های هفته 10 تا 12 و البته بازی‌های معوقه لیگ 20 را اعلام کرد. در مهمترین بازی که معوقه هفته 8 محسوب میشه، تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز دوشنبه 22 دی ماه ساعت 16:36 دربی رفت این فصل رو برگزار خواهند کرد. اتفاقی که به شدت مورد انتقاد اهالی فوتبال قرار گرفته، چرا که روز وسط هفته است و این ساعت برای خیلی ها شرایطی رو ایجاد میکنه که توانایی تماشای بازی رو نداشته باشن. حمله تند نکونام به سازمان لیگ و البته یه تیم خاص. اعلام برنامه‌های بازی هفته 10 تا 12 و البته بازی‌های معوقه لیگ برتر با واکنش‌های زیادی روبرو شد. جواد نکونام سرمربی فولادی یکی از کسانی بود که اعتراض شدیدی نسبت به برنامه اعلام شده داشت. نکونام امروز در مصاحبه‌ای به شدت از تصمیمات سازمان لیگ و سهیل مهدی انتقاد کرده. سرمربی فولاد گفته برنامه ریزی طوری صورت گرفته که فقط یه تیم خاص راضی باشه. متاسفانه این روزها هر تیمی زور بیشتری داشته باشه، حرفش عملی خواهد شد. تیم من در هفته‌های آینده کار سختی رو داره و باید با 3 تیمی که 2 تای اونها مدعی هستند بیرون از خونه بازی کنیم. احتمال حضور چند دقیقه دیاباته در ترکیب استقلال. خبر خوب امروز از تمرین استقلال برای هواداران این تیم بازگشت دوباره مصدومان بود. شیخ دیاباته، محمد نادری و داریوش شجاعیان مصدومانی بودند که امروز به تمرین استقلال برگشتند. خبر خوب برای استقلالی‌ها اما اینجاست که دیاباته در تمرینات گروهی تیم فکری شرکت کرد. با این اتفاق ممکنه در بازی روز چهارشنبه استقلال مقابل گلگهر دیاباته دقایق فرصت بازی پیدا کنه. زمان بازی پرسپولیس زباهن تغییر کرد. طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی و در جریان بازی معوقه هفته 6 از زباهن پذیرایی میکنه. این بازی قرار بود 1 روز قبل برگزار شه، اما حالا با فاصله 1 روزه نسبت به بازی استقلال پنجشنبه برگزار خواهد شد. شکست تیم کاوه رضایی و علی قلی‌زاده مقابل آنتورپ در شب نیمکت نشینی علیرضا. در جریان رقابت‌های هفته 19 لیگ بلژیک، عصر امروز جدال لژیونرهای ایرانی برگزار شد. در جریان بازی مهم هفته لیگ بلژیک، تیم آنتورپ در روز نیمکت نشینی دوباره علیرضا بیرانوند مقابل شارلوا که علی قلی‌زاده و کاوه رضایی رو در اختیار داره به پیروزی 2-1 رسید. علی قلی‌زاده در این بازی 90 دقیقه برای شارلوا بازی کرد، اما کاوه رضایی در ترکیب تیمش حضور نداشت. باخت سنگین تیم رامین رضاییان مقابل امید ابراهیمی و یارانش. در جریان بازی‌های هفته 11 لیگ ستارگان قطر، عصر امروز تیم فوتبال الدوحیل در روز نیمکت نشینی رامین رضاییان با نتیجه 5-3 مغلوب الاهلی شد. امید ابراهیمی در این بازی 90 دقیقه برای الاهلی در زمین حضور داشت. از دست رفتن 3 امتیاز برای برایتون
در حضور 4 دقیقه‌ای جهانبخش. در جریان بازی‌های هفته 15ام لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال برایتون در زمین وستهم به تساوی 2-2 رسید. این تساوی در شرایطی برای برایتون به دست اومد که تا دقیقه 85 از حریف 2-1 پیش بود. علیرضا جهانبخش در دقیقه 90 این بازی برای برایتون به زمین رفت و 4 دقیقه فرصت بازی پیدا کرد. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.